ایران هستم. من مولان هستم، 14 سالمه. منم محشد هستم، 14 سالمه. یه مشکلی که الان ما توی جامعه همون داریم اینه که یه جامعه ما بد میدونه که یه دختری تو همسن و سال من آرایش کنه، زنونه بگرده یا خط چشم و ریمل رو خیلی بد میدونن. این که سن رو میبره بالاتر، شاید پسرا بیافتن دنبالمون. این اگه تو جامعه ما تغییر کنه، پدر مادران مخالفت نمی کنن. الان پدر مادران میگن که جامعه بد جا افتاده، بد جا افتاده و میگن که نباید این کار رو بکنیم، مخالفت میکنن. شاید اگه تو جامعه این یه چیز عادی باشه که یه دختری آرایش کنه یا تیپ زنونه بگرده، لباس شاید باز بپوشه، اینا این اگه عادی باشه، این مسلمت به ذهن پدر مادر رو تأثیر میذاره که خب این یه چیز عادیه، خب دخترم این کار اشکالی نداره که تو انجامش بده. بعد یه مسئله دیگه هم که هست اینه که بچه ها مثلا برای اردوها موبایل میارن. یعنی یه کار اشتباهیه که بیان کیف بچه ها رو بگردن، بیان بدنی چک کنن. این کار مجاز نیست ولی میان انجام میدن. و یه توهینه به شخصیت ما، این که ما که خلافکار نیستیم، بیان کیفامون رو بگردن، بازرسی بدنی بکنن و این که یه حرفی بزنن و زیر حرفشون بزنن و اون کاری که چطور از ما میخوان که هرچی اونا میگن ما انجام بدیم، امتحان طبق اون برنامهی که به ما دادن تو اون روز ما باید مثلا اون امتحان رو بدیم، ما باید با لباس فرم میریم، با لباس فرم بریم، آرایش نکنیم، ولی حرفی که اون خودشون بزنن ما حتما باید انجام بدیم. مثلا به ما گفتن که حالا شما موبایل آوردیم، هرکی که بیاد به ما هم خودش بده ما بهش همون برگشتی بهش برمیگردیم، ولی خب ما داریم بهشون، خیلی از بچه ها دادن، خیلی آرام تو کیپاشون پیدا کردن، ما برگشتیم گفتیم خب موبایل ها رو برگردیم، گفتن نه نمیشه، میذاریم تو گاف صندوق دیگه بر نمیگردیم بهشون. و این باعث ناراحتی خیلی ها شد به خاطر اینکه ما یکی شدیم با اونایی که اکیپشون پیدا کردن یا اینکه که از دستشون گرفتن و نمیدونیم که باید چی کار کنیم. بعد اینکه وقتی میگن که شما وقتی یه حرفی میزنن و زیر حرفشون میزنن، میتونی اونا هم وقتی بگن امتحان ما یه روز میه مدرسه میگیم ما امتحان نمیدیم، چه رفتار زشتی با ما میکنن، نمره شاید کم بکنن، هم مدرسه شاید اخراج کنن، مادر پدر رو بخوان، ولی وقتی خودشون یه حرفی بزنن زیرش ما نباید هیچی بگیم، ما باید سکوت کنیم. یه اشتباه خیلی بزرگی، یه توهینه به ما، یعنی ما شخصیتی نداریم که بخوام یه نظرمونو بگیم، حرفی بزنیم. یا اگه یه توهین معلم میتونه به ما توهین کنه، ولی ما یه چیزی حتی خیلی هم بد نباشه به معلم بگیم، نمره کم میشه مادر پدر میخوان، درس نخونی مادر پدر میخوان، اینا زیاد از حدش یه اشتباهه. حالا بعضی هم هستن که حالا ما برای اردو آورده بودیم موبایل، ولی بعضی هم هستن همیشه با خودشون میارن، بعد همیشه میارن با خودشون، بعد مثلا سر کلاس با موبایلشون کار میکنن یا دارن با یکی چت میکنن، یا اینکه معلم بغلشون وایساده میاد سلفی میگیره بدون اینکه معلم بفهمه، بعد اینا رو تو فضای مجازی پخش میکنن و مثلا فکر میکنن که خیلی کس جالبی یا مثلا خیلی شجاعی آوردن، خیلی شاخه مثلا مدرسه میشن. یا یه بچه، یه دختری که همسن ما هم باشه، یه دختری که از شخصیتش اینه که درونگرا باشه، همه چی رو نمیخواد بروز بده، حرف نمیزنه، دختر آروم و ساکتیه. این توسط اول از مدرسه شروع میشه، بچه ها ارتباط باش برقرار نمی کنن، تردش میکنن، بعد بزرگتر میشه، وارد جامعه میشه، وارد دانشگاه میشه، جامعه این تحویلش نمیگیره، واسه خیلی جاها نمیخوانش، خیلی وقتا آدمایی رو میخوان که جسور باشن، شاد باشن، حرف بزنن، حتی پر حرفا رو هم مثلا دوست دارن. یه سری تو مدارس هستن که خیلی فکر میکنن شاخن و شاخ مدرسن، آرایش بکنن، با این و اون باشن، خیلی چیزا رو بدونن،
بعد یه اکیپ میان واسه خودشون تشکیل میدن که هیچ کس نمیتونه بیاد. فقط هیچ کس راه نمیدن. فقط خودشونن و تا ابدم با هم میمونن. بعد دختری که درونگراه، دختر آرومیه، شاید هم خیلی دختر خوبی باشه، ولی این مورد آزار اذیت قرار میگیره، تمسخر میشه، اذیتش میکنن، تحویلش نمیگیرن. این که آیندهش هم خیلی ضربه میخوره، نباید بذاریم که همچین اتفاقی بیفته. الان که ما همسنه همین میتونیم همو درک کنیم، باید بیاییم همدیگه رو تغییر بدیم، تغییرهای خوب که بتونیم پیشرفت کنیم با هم دیگه، نه اینکه خودم پیشرفت کنم اون یکی پیشرفت کنه، ضربه بخوره، آسیب ببینه. من نمیدونم.